سلام دوستان، امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز قراره با همدیگه بریم یه جای زیبا و کمپ بزنیم، بریم که با همدیگه همراه باشیم و یه روز لذت بخش رو با همدیگه تجربه کنیم. خب بریم که وسایلمون رو بذاریم تو صندوق عقب و پیش به سوی سفر. خب بچه ها، رسیدیم به محل کمپ. بیاین اینجا تا حسابی این چیزای دیدنیشو بهتون نشون بدم. اینجا یه آلاچیق خیلی خوشگله که ما داریم، وسایلمون رو گذاشتیم روش. اون بالا بچه ها رو داریم، دوستان قراره اونجا چادر بزنیم. اینجا محل برپا کردن آتیش و بساط و خلاصه کلی عشق و حاله. و اینجا هم جاییه که حالا معمولا ما هیزم و اینا رو میذاریم که خیس نشن. اون پایین یه دریاچه خیلی خوشگلی هست که حالا بهتون حتما در ادامه ویدیو نشون میدم. خلاصه که قرار کلی بهمون خوش بگذره. با من تا آخر این ویدیو همراه باشید. مرسی. خب اومدیم پیش بچه ها، داریم بساط کباب رو ردیف میکنیم. جوجه های بالتیان. بله، دوستمون وحید هستن. و همونطور شیشلیک ها. البته ما 3 تا شیشلیک گرفتیم که روزی 18 لیک خوب بخوریم. و خیلی سخت. اومدیم کم. بله، من دوستان رو معرفی کنم. محسن هستن. خوشبختم. بله، میلاد. و خوشبخت نیست. و وحید. خوشبختم. بله. چقدر خوشبختی. کجا از بالتیام گرفت؟ خوشبخت. بالتیام بازار تالین هستش. معمولا برای خرید این شکلی میریم اونجا و در کنار دوستان خیلی داره خوش میگذره. اینجام که آتیش رو به پا کردیم. غذای من را بیاورید. تناز دوست من، چطوری تناز؟ خیلی خوبم. داریم از طبیعت استفاده میکنیم. غذای خوبم داریم. کته داریم. کباب داریم. چی از این بهتر؟ با در کنار دوستای خوب. خب این وسیله جالب رو ببینیم با هم دیگه. من اسمشو گذاشتم فوتبوتک. خیلی کمک میکنه که آتیش شما درست بشه، حسابی زغال درست حسابی داشته باشیم برای کباب. جوجه ها رو داریم کبابی میکنیم. به به، هوای عالی و دوستان کنار هم. اینا از کبابمون، جوجه و کباب. با تو بیا این ور بازار. برنج خوشمزه، کته داریم، چرب و چی؟ به به. فقط زعفرونش کمه که با زعفرون خودمون میخوریم. بله. جاتون خالی. بله، اینجا دیگه کمپه، دیگه این همه ادا ادفار داشتن نوبره. در مایتابمون قابلاممونو. درشو بذار. بله، این کبابا رو گذاشتیم این رو. قایم می‌کنه. عالی، میزمونم داریم میچینیم. اینم که دوغن. دوغم داریم. بله. دلتون بسوزه. بله، دوغ
نمک کرس و همه چی به راهه. خب تا هوا تاریک نشده داریم چادرامونو برپا میکنیم. این چادر ماست، این چادر محسن، چادر وحید و چادر میلاد و مونا که چادرهای ما در مقابلش مثل بچه میمونن و چادر ما وحیدینا و محسن دقیقا مثل همه سعادت فنج. آره مقابل عقاب مادر عقاب مادر رو میبینید، قشنگ تشک های بادی توشه، خیلی باحال و بالش های بادی. بله اینجا هممون چادرها رو باید کردیم. آره اونم که مال ماست. واس ماست. آره این هم مال میلاده، توش خیلی جالبه میز کار. میلاد چطوری؟ او مای گاد نگاه کن صندلی و میز و این چادر لاکچریه. میریم برای یک شب فوق‌العاده تو هوای عالی. خب بچه ها بریم با همدیگه اون دریاچه که گفتم رو ببینیم. خیلی جای قشنگیه واقعا، درخت های سر به فلک کشیده، بسیار آروم، هیچ کسی اینجا نیست، قشنگ تو دل جنگلی ما و واقعا داریم لذت میبریم و خوشحالم دارم این ویدیو رو برای شما تهیه میکنم که شما هم با من لذت ببرید. بریم با همدیگه دریاچه رو ببینیم. خب این مسیر زیبا یک سمتش میخوره به دریاچه، یه سمتش ادامه پیدا میکنه در دل جنگل و بسیار زیباست. معمولا تو استونی مکانهای پیاده روی تو جنگل به این شکل طراحی میشن برای اینکه معمولا زمین خیلی خیسه و حالت باتلاقی داره، احساس عدم آرامش با آدم میده اگه اینا نباشن. بنابراین خیلی واقعا ایده خوبیه که اینجوری این فضا رو طراحی کردن که آدم راحت بتونه پیاده روی کنه. این مسیر ادامه پیدا میکنه در دل جنگل و اما این دریاچه فوق‌العاده زیبا در اینجا آشکار میشه. فوق‌العاده زیباست، پر از آرامش و این پله زیاد من ازش مطمئن نیستم، اگر نمیرفتم روش. بسیار زیبا، جای همه دوستان خالی. این مسیر هم که ادامه دار خواهد بود، نمیدونم تا کجا. و خیلی مواقع شما همچین چیزایی رو میبینید در استونی، پوشش گیاهی منطقه رو توصیف میکنه و اطلاعاتی رو به شما میده که بتونین بیشتر با این منطقه آشنا بشید. معمولا مردم خیلی اینجا میان هم برای پیاده روی، هم برای چیدن قارچ و هم برای ماهی گرفتن. اسم این دریاچه اصلا دریاچه ماهیه، یعنی اصلا دیگه جون میده برای ماهیگیری. خب برگردیم پیش بچه ها که اونجا نشستن. یه سری رنگ روی درخت ها هست، نمیدونم این رنگ ها به چه مفهوم هست. و محسن هم درونش رو هوا کرده، صداش که داره میاد به نظر میاد همین بالاها باید باشه. محسن جان درون دارن و همیشه وقتی ما میریم سفر قربانت حسابی با درونش حال میکنیم. ایشون هم اینجا هستن الان. اوه داره سلام میکنه. آره یه فیلم حسابی هم حالا از درون محسن توی ویدیو میذارم که حسابی لذتشو ببرید. خود محسن یه کانال یوتیوب هم داره، اگه علاقه من به درون هستید حتما لینکشو میذارم که شما هم بتونید
ویدیوهای خوب محسن رو ببینید. خواهش کنم. فیلم گرفتی محسن؟ یه ذره فیلم گرفتم. آها. آره خوب بود به نظرم. ولی خب تازه شروع کردیم. حالا اوکی. فیلم رو میگیریم. خیلی هم عالی. بچه ما متوجه شدیم اینجا انگار میمونم داره یه صداهایی میاد. جالبه. کجاست بچه ها به نظرتون؟ من که میمون نمیبینم. خیلی نزدیکه. حمله نکنم. میمون کاری نداره. میمون ها حمله نمی کنم. خرس حمله میکنم. آره؟ بعد از یک غذای درست حسابی و چادر برپا کردن وقتی یه چای دبشه چای آتیشی. خب تشنه ته دلم نمیاد. وایسا بس اول بهش آب بدم. نخوردم ها. بله بله. یه کاریش کردم اصلا. یه جوری نگاه کردی بیا. نخوردم. بخدا نخوردم. بیا. تو جوون‌تری. من پیر جلایه. در مقابل پیر جلایه. نه چایی آتیش. مرسی مونا جون. اگه قرار چای بخوریم. بله این چایی واقعا خوردن داره. شب شده و ما دور آتیش نشستیم با بچه ها در حال خوردن میوه، انگور، چایی، تخمه. اینجا یه سری بچه ها. خوش میگذره دوستان؟ جای شما خالی. همه خواب؟ خواب؟ نه تا صبح بیداری. محسن همی الان خوابیده میگیم بیداره. حالا بیداری تازه سر شبه. سر چنده؟ الان بگیم نزدیک نوه. یک چایی آتیشی عالی خوردیم. 252 هنوز تازه سر شبه لاتا هم نشده. آره دقیقا. آره کاملا یه آتیش عالی هم این وسط داریم. یه سری هم واقعا در کمال ناباوری تو آبن تو این هوای پاییزی. اسب آبی هم. هوام هنوز کاملا تاریک نشده. برای شام یه چیز سبک در نظر گرفتیم. سیب زمینی کبابی و نون سیر. به به. دوستان دارن همگی زحمت میکشن. اومدیم اینجا
عکاسی بکنیم. اینجوری وایسادیم. صبح بخیر دوستان، از دل طبیعت. ما دیشب خدا رو شکر خیلی خوب خوابیدیم، الانم سرحال و قبراق بلند شدم و هوا عالیه. میخوایم یه صبحونه جانانه درست کنیم، با من همراه باشید. خب صبحونمون قراره یه املت عالی باشه. وحید جان داره درستش میکنه. در حال توست کردن نونها هستیم. بله. برین بچه دیگه پای میز آماده بشین. آره دیگه، دیگه وقت وقت صبحونه است. اینم میز صبحانه ما. خب دوستان، امیدوارم شما مثل من در حال لذت بردن از این طبیعت زیبا باشید. من شخصا آدم حرفه‌ای اصلا توی کمپ زدن نیستم و این اصلا جزء اولین تجربه های من هستش. کلن امسال اولین باری بود که من کمپ زدن رو در دل طبیعت تجربه کردم و خیلی پس خوبی بود، خیلی لذت بردم و قطعا ارزش داره که ادامهش بدم. شما هم حتما امتحانش کنین. بریم با هم یه مقدار قدم بزنیم تو این طبیعت زیبا. جنگل بسیار زیبایی، من خیلی دوستش دارم و چیزای جالبی هم میشه توش دید. معمولا این درختایی که اینجوری شکستن یا به خاطر باده یا به خاطر اینه که دیگه اینقدر زمین خیسه، ریشهشون سست میشه و خودشون ناخودآگاه میافتن. ولی بسیار زیباست. یه چیز جالب که میخوام بهتون نشون بدم اینه که فقط کافیه شما یه مقدار ارتفاعتون رو کم کنید و یه عالمه بلوبری بخورید. رو زمین پر از بلوبری های قابل خوردن. خب یه خورده بلوبری بچینیم، کوچولو هم ولی بسیار خوشمزن و انقدر زیادن که هر کسی که بخواد میتونه بچینه. بفرمایید بلوبری. دستم هم چقدر رنگی کرده و چه رنگی داره. دستم ببینید چی پیدا کردم. من عاشق هنر و طبیعتم و به نظرم با این میشه حرکت بسیار زیبا زد. میشه اینا رو یه خورده تر و تمیز کرد و باش کاری زیادی انجام داد. ساده ترین کارش اینه که یه خورده رنگش کنین، رنگای زیبا، و توی گلدون زیبا بذاریدش. بسیارم قشنگه و حس خوبی رو انتقال میده. پس اینا رو قراره با خودمون ببریم خونه. از جمله چیزای زیادی که اینجا میشه دید قارچه، این یکی از این خوشگلاست. حالا انواع مختلفش رو بهتون نشون میدم، خیلی بامزن. وای یکیشون رو پیدا کردم از این قرمزا، چقدر خوشگلن کنار همدیگه، خیلی واقعا قشنگن. بریم ببینیم بازم پیدا میکنیم قارچ، بهتون نشون میدم. آه اینجا رو نگاه، اینجا برای خودشون خانواده تشکیل دادن. چقدر بامزن. و میدونم که اینجا یه سری بومی ها خیلی خوب این قارچا رو میشناسن و میچینن، قشنگ هم استفاده میکنن. ولی میگم مهم اینه که بشناسیدشون. چه صدایی. خب ما دوستان رو اینجا پیدا کردیم در حال عکاسی. واقعا هم اینجا آره دقیقا داشتم میگفتم که وای نگاه کنید چه عکسی شده، به به خیلی خوشگل شده. آره دیدم
میدونم تو آب چند مرحله میره. سنگ چیز باید داشته باشی. باید تخت باشه. تخت باشه. آره باید تخت باشه. بیاین یه چیز خیلی باحال بهتون نشون بدم بچه ها. ببینید اینجا رو یه چوب لباسی زدم به درخت. حالا برای چیه؟ این ور دریاچه هست، بعد خب همه میان شنا میکنن، نمیدونم لباساشون رو میخوان یه جا آویزون بکنن، دقیقا به همچین چیزی نیاز دارن. این خیلی جالبه که همچین چیزی رو گذاشتن. سورپرایز شدیم واقعا با دوستان. دیگه زمان این رسیده که دیگه جمع و جور کنیم و کم کم برگردیم بریم سراغ دوستان ببینیم دارن چی کار میکنن. چادرها رو جمع کردیم. خسته نباشید دوستان. خود پروسه جمع و جور کردن اینا کلی از آدم خیلی سخت. آره دیگه وسایله جمع کردیم. تموم شد بالاخره. آره. البته پایین هنوز کلی وسیله مونده باید جمع کنیم. فعلا چادرها رو از این قسمت بالا جمع کردیم فقط. اینجا رو باید حسابی تمیز کنیم. حالا این الانشه، بعد از تمیز شدنم میذارمش. خب دوستان اینجا رو حسابی تمیز کردیم و دیگه کمپ یک روزه ما به پایان رسید. دیگه داریم میریم. امیدوارم شما از این ویدیو حسابی لذت برده باشین و باز هم با من همراه باشید در ویدیوهای بعدی. حتما کانال من رو سابسکرایب کنید چون من هر جا که میرم براتون ویدیو خواهم ساخت. مرسی که با من بودین و روز خوبی داشته باشین.